شب سختی بود. داعش رسیده بودن بیخ گلومه. مردم یا در حال فرار بودن یا در حال ساختن جان پناه. خط خط مقدم مدام اخبار بد می آمد. حلقه معاصر لحظه به لحظه تنگتر می شد. اربیل در آستانه سقوط قرار داشت. اگر اربیل سقوط می کرد تکلیف اقلیم کردستان عراق یک سره می شد. معلوم بود که تون شرایط از بغداد هم کاری بر نمی آمد. داعش که موصل و گرفتن کمر ارتش عراق شکست، دیگر اربیل که جای خود داشت. آقا فرمو لفرینه کس خبر؟ فرینه که باش و شکر بنا مالکتان بسلامه گیشته جه شکری خواه. اره خوربان توانی تنده قلب آقا پیوندی بگرن جوابیان دانه و؟ جوابیان کردین جسارتا من ده ولو عرضم کردن دو کلا لبقا هم نازده خوربان من پیوندیم دکل همویان گرد انگلیسی کان، فرانسی کان، دیسان ترک کان و عرب کان همو جوابیان کردین بایان پیدانای چی من بسرده دلی ایمه هر گولی مجلیسی هم بوین نه والا و عرضم کردی خوربان ام گریه هر بدستی امریچه کان دکرده و بس چی بو؟ سروک، او پنجمین بار پیوندیان دگل اگرم اویش بدو خد، جوابیان نیا اوش امریکه کانت وزمان چونا؟ بریندار من زور قربان پیشمرگ کان من پاشکشان کردوا فیشک من نماوا فرمانده کان دلن تا چکی قرص من نبه چی من لدز نایا خوکیش بکی و هر دن کتون استاد به چی بکی اما پیوستی من بیار تانا امیدی کامل را زیادی نمانده بود احساس میکردم همه پشت من خالی کردن همه اونایی که یه روز ادعای دوستیشون گوش فلک و کر کرده بود باید اون تصمیم سخت رو میگرفتم باید دستور تخلیه کامل اربیل رو میدادم مقاومت فایده نداشت چی به توختو دزلوانه دی؟ یام گره؟ بسر چا قربان تنهای دقل ایرانه کم پیوندی بکرن؟ چاره یکم هیا؟ اما پیشتر خوشتر هم پیمه ده بو دانشتر دقل ابو بکر البغدادی سمره چینی هم ایمه به هن من نگرتن استاق بمانه رویان لینین ببین سهولی سر برد آقا آخری سفارت امریکا جواب انده اینه و لسر خطی دو اون شب امریکایا فقط یک راه پیش پام گذاشتن گفتم با داعش مذاکره کنم یا امتیاز بدم و قائل را ختم کنم یا به بهانه مذاکره وقت بخرم تا اونا مسئله را تو کنگرشون مطرح کنن گفتن مداخله نظامی نیروهای ائتلاف باید بررسی و تصویب بشه گفتن این کار زمان بره واضح تر از این نمیشد دست رد به سینه کسی زد آخر جام شوکران سر کشیدم و با ایران تماس گرفتم گفتم فقط یک نفره که میتونه کمکتون کنه وصلم کردن به آشنای قدیمی هاز قاسم سلیمانی الو کاک مسعود میشنوام کاک قاسم بگو مهمات رو برات هماهنگ کردم به زودی میرسه ممنون سپاس ولی مسئله فقط مهمات نیه حاجی میفهمم من فردا صبح علی طلوع اربیل هستم انشالله فردا دیره حاج قاسم کاک مسعود فقط امشب شهر رو نگهدار شما باید همین حالا بیایید و الا شاید کار من به صعوبه نکشه توکل به خدا باشه کاک مسعود توکل؟ از قاسم آخرین امید بود اگر به وعدش وفا نمی کرد دستور تخلیه شهرم نوشتاروی بعد مرگ سهراب بود تا
تازه اگر همسر قولش میماند و میامد معلوم نبود اصلا موفق بشه به سلامت سلقه محاصره اربیل عبور کنه و به ما ملحق بشه. این فکره مثل خوره افتاده بود به جانم. اون شب سخت‌ترین شب زندگیم بود. صبح نمیشد. سروک ایران کن هاتن. خویی بود چند نفری دوی پیش جای شکم بگرید امیدواری خیلی زود جاشو به ناامیدی داد. توی دلم خالی شد. با خودم گفتم حاج قاسم چه فکری با خودش کرده که با 50 نفر نیرو آمده وسط محاصره شهر ما. رو پیام بله کرسی دیو که منیش کتران حاج قاسم با همون سن نفر نیروهاش بلا فاصله رفت خط مقدم. پیشمرگها را جمع کرد و سر و سامان داد. بعد نقشه عملیاتو کشید و همه را توضیح کرد. ظرف 48 ساعت ورق برگشت. محاصره شکسته شد و خطر از بیخ گوش اربیل گذشت. خبر که تو بسیما اعلام شد خودم رسوندم خط مقدم. باورم نمیشد اون همه داعشی تا بندند مسلح که برای جویدن خرخره اربیل لحظه شماری میکردن پا پس کشیده باشن. باورم نمیشد بدون خواست و اراده امریکایی و سعودیا بشه کردستان عراق و نجات داد. باورم نمیشد تا اینکه اون اسیر داعشی به حرف آمد. اربیل چان بیدید کن؟ بس شوی زغط چان کافی حتی تتکسرو حدود و تتشرون بالمدینه. شنو صار رجعتو؟ ليش هزمتو؟ الجواسيس خبرونا بأن قاسم سليماني موجود بأربيل. ما كنا مصدقين أسد إيران حاط نفس بالمعركة وبنص النيران. الآن كشافات شافوه بالخط الأمامي من المعركة. ولما الخبر انتشر عن طريق اللاسلكيات نفسيتنا تعبت وأوضاعنا تدهورت. خوف منك قاسم سليماني، خوف منك قاسم سليماني. قاسم سليماني، قاسم سليماني. راستي قاسم سليماني كي بود؟ چي داشت که ما نداشتیم؟